یکی از هولناکترین جنایت‌های ضد بشری رخ داده در ایالات متحده آمریکا در چند روز اخیر کشته شدن 4 شهروند شیعه آمریکایی بوده است. انجمن وکلای مسلمانان آمریکا نسبت به کشته شدن اخیر این 4 شهروند شیعه در روزها و مکان‌های مختلف در آلبوکرک نیومکزیکو و اطراف آن ابراز نگرانی کرد. در پی کشته شدن 4 شهروند شیعه آمریکایی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا، انجمن وکلای مسلمانان آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد. این انجمن در بیانیه‌ای که اخیراً صادر نموده و نسخه‌ای از آن به خبرگزاری اخبار شیعه رسیده، این گونه بیان کرده که از نظر مجریان قانون این قتل‌ها به هم مرتبط بوده و قربانیان در کمین قرار گرفتند و احتمالاً آنها به خاطر نژاد و مذهب خود مورد هدف قرار گرفتند. AMBA در این بیانیه تأکید کرده که به نظارت بر وضعیت ادامه خواهد داد. همچنین این انجمن در بخشی از بیانیه صادر شده اسامی قربانیان را محمد احمدی، محمد افضل حسین، آفتاب حسین، نعیم حسین معرفی می کند. AMBA در بخشی از بیانیه‌اش به مساجد و مراکز شیعی در سراسر کشور آمریکا توصیه نموده که در آستانه روز عاشورا و پس از آن برای تمامی برنامه‌های عزاداری در طول محرم و صفر امنیت را افزایش دهند. لازم به ذکر است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در صفحه توییترش نسبت به این موضوع همدردی نموده و گفته من از قتل هولناک 4 مرد مسلمان در آلبوکر خشمگین و ناراحت هستم، در حالی که ما منتظر نتیجه تحقیقات کامل هستیم. دعای من با خانواده قربانیان است و دولت من قویاً در کنار جامعه مسلمانان است. این حملات نفرت انگیز جایی در آمریکا ندارد. علی اکبری، اخبار شیعه. در این باره ساعتی قبل گفتگویی داشتم با مجتبی اخوند، مدیر سازمان مسلمان آزاده، و از ایشان پرسیدم علت افزایش چشمگیر خشونت‌ها بین شهروندان آمریکا چیست؟ سلام و رحمت الله به شما و بینندگانتون، خیلی ممنونم. سوال بسیار به جای هستش. ببینید، یه بعد عمیق‌تری در مسئله وجود داره که چرا خشونت بین افراد زیاد شده. متاسفانه در خاورمیانه این خشونت در فرم داعش بروز پیدا کرد و خودش رو نشون داد که سنی های تندرو هیچ نوع تحمل همزیستی مسالمت آمیز بین خودشون و اقلیت ها و مذاهب دیگه نشون نمیدادن و بروزش رو در سوریه و عراق دیدیم. ما آدمکشی هایی که اتفاق افتاد به علت اینکه هیچ نوع تحملی برای شخص مقابل ندارن. در اروپا و امریکا هم این مسئله سالیان سال هستش، با این فرق که معمولا کشورهای اروپایی و امریکایی اینها میزبان مهاجرینی هستند که از کشورهای شرقی به کشورهای غربی میرن. در کشورهای در قاره اروپا و در امریکا این تحمل کردن افراد مختلف معمولا به علت مهاجرت اقتصادی و یا سیاسی این افراد بوده. حالا اتفاقی که افتاده اینه که افرادی مثل رئیس جمهور سابق امریکا آقای ترامپ و یا دولت مردان مختلف در اروپا که نمونهش رو در دانمارک دیدیم، در سوئد دیدیم، در بلژیک دیدیم، در آلمان دیدیم، در فرانسه دیدیم، اینها میان ترویج عدم تحمل زندگی مسالمت آمیز میکنن برای اینکه رأی بیارن و نه کمک میکنه به رأی آوردنشون، بلکه باعث میشه که افراد برای اینکه مخالفت خودشون رو با یه شخص دیگه نشون بدن دست به هر کاری بزنن. این اتفاقی که در امریکا افتاده، نیو مکزیکو، ضد سیاه پوستان انجام شده، ضد سرخ پوستان امریکایی انجام شده، ضد آسیایی ها به معنای کشورهای خاور دور انجام شده
ضد مسلمان ها قبلا پراکنده انجام می شده، ولی در یک شهر بیاد 4 نفر به علت مذهبشون که هنوز البته موضوع در دست تحقیق هستش که مطمئن بشن علت مذهب بوده و یا نه، و احتمال زیاد هم بوده، خب نمیخوایم مهر و برچسب این نوع خشونت رو به این مسئله بزنیم، چون شاید هم چراغ سبزی بشه برای دیگران که خب پس دیگران دارن انجام میدن، ما هم انجام میدیم، پس باید محتاط رفت جلو. خب باید ما به این بُعد نگاه بکنیم که علت افزایشیه و فرهنگ سازی بشه. پیشنهادی که من دارم برای ارگان های انسانی هستش که باید فرهنگ سازی بکنیم که مردم زندگی مسالمت آمیز با هم داشته باشن، هر نوع اختلاف عقایدی که هست باشه. ممنون از شما.